سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان از برایتون ما رو همراهی می‌کنند. خانم سوادی، ما گزارش های بسیار زیادی می‌شنویم، همونطور که حالا در گزارش های پیشتر هم شنیدیم از یکی از زندانیان سیاسی سابق، درباره شکنجه، روند بازداشت ها، اعتراف گیری های اجباری، در واقع روندی که موارد مشابه زیادی داره در زندانیان مختلف وقتی که روایت هاشون شنیده میشه. به عنوان یک حقوقدان اگر بخواید به این قضیه نگاه بکنید، حتی در قوانین جمهوری اسلامی چقدر دادگاهی که برگزار میشه این شرایط مشروعیت داره؟ مشروعیت دادگاه‌هایی که دارن در جمهوری اسلامی در حال حاضر برگزار میشن از طرف هر حقوقدانی به احتمال قریب به یقین در واقع تحت سوال خواهد بود. در طول روزهای اولی که این دادگاه‌ها برگزار میشد، برخی از وکلا که حالا یک نزدیکی‌هایی هم با حکومت دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتن که ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم از نظر حقوقی در مورد این پرونده‌ها، به خاطر اینکه به محتویات پرونده‌ها دسترسی نداریم. که بعد وکلای دیگری بهشون یادآوری می‌کردن که بله، ما به محتویات پرونده دسترسی نداریم، اما در مورد آیین دادرسی کیفری در اون کشور آگاهی کامل داریم و میدونیم این اتفاقاتی که داره میفته برخلاف آیین دادرسی و برخلاف حقوق متهم هست. دسترسی نداشتن متهمان به وکیل، حتی در برخی از پرونده ها اجازه تجدید نظرخواهی و اجازه اعاده دادرسی داده نشدن به متهمان، اینها روندهای غیرقانونی هست که در حال حاضر داره پی گرفته میشه. و همونطور که در گزارش هم دیدیم، متاسفانه اعترافگیری زیر شکنجه از متهمان. اون اتفاقی که داره میفته اینه که به نظر میرسه جمهوری اسلامی حتی اصراری هم نداره که مشروعیت بده به این دادگاه ها، به این عنوان که این دادگاه ها دادگاه های قانونی هستن، بلکه گفتمانی که از طرف حکومت تبلیغ میشه این هست که به هر حال این افراد مخالف امنیت کشور داشتن رفتار میکردن و اگر شکنجه ای هم شدن، اگر که مورد آزار قرار گرفتند، اگر که حقوق خودشون رو نداشتن، اینها از نظر حکومت کاملا موجه هست. همونطور که دیدیم در طول هفته های گذشته اظهار نظرهایی بوده که به سرعت باید اعدام بشن و در واقع این به سرعت اعدام شدن همون برخلاف روند قانونی که در خود کشور هست. اما جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداره از اینکه خودش هم اعلام بکنه که بنا به دلایلی که اونها امنیتی تلقی میکنن، این دادگاه ها برخلاف اون روندهای قانونی مرسوم حتی در خود کشور داره خانم سوادی، اون چه که خیلی واضحه در واقع ایستادگی مادران جانباختگان هست، دادخواهیشون و همبستگیشون با خیزش انقلابی، اینو مدام در ویدیوهای مختلف میبینیم. به عنوان یک فعال حقوق زنان اگر به این قضیه نگاه بکنید، نگاهتون چی هست به این کنشگری تو هم با صبوری مادران داغ دیده؟ خیلی ممنون، متشکرم از این سوال بسیار مهم. در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، در این 40 و چند سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، آن کسانی که این چراغ دادخواهی رو روشن نگه داشتن مادران دادخواه بودن، مادرانی که دیگه گذر کردن از اون داغداری و وارد مرحله دادخواهی شدن، از مادران خاوران و بعدتر سایر مادرانی که پیوستن تا مادران آبان، تا در نهایت امروز میتونیم به عنوان یک گروه متشکل مادران دادخواه ازشون یاد بکنیم. در دیکتاتوری های دیگر هم نمونه های پررنگی رو ازش شاهد هستیم. به عنوان مثال در آرژانتین مادران میدان مایو رو داریم که اونها هم مادرانی بودن که در برابر ناپدید سازی قهری فرزندانشون به میدان اومده بودن. اتفاقی که میفته اینه همونطور که شما گفتید، صبوری، ثبات قدم این مادران باعث میشه که این چراغ دادخواهی روشن نگه داشته بشه و نه تنها نام فرزندان اونها، بلکه اساساً خواهان عدالت بودن به فراموشی سپرده نشه. چون شاید در طول این مسیر دادخواهی آدمهای مختلف بنا به دلایل متفاوت خسته بشن از این مسیر، ناامید بشن، اما اون کنشی که مادران دادخواه دارن برای همه ما میتونه الهام بخش بشه که چطور ثبات قدم میتونه باعث بشه که این مسیر برای هممون به سرانجامی برسه که دادخواهی نتیجهش باشه. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما خانم سوادی. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان از برایتون.